چی سودی نه بعد اسمی آورن با موزیگیری چند تا سود داره ببینه در همین انتخابات قبلی ریاست جمهوری از همون قبایل که معلوم نیست مربوط پاکستان و مربوط افغانستان آمدن رای دادن تدا اشرف غنی پر رای گاچلی ده اشرف غنی پر سوال پر خیرات نه در اغلی ده غلس رای ور کړی ده این یه باز وقتی بخوان در تخار جنگ بکنن و زمین های ما رو در تخار بگیرن یک صد هزار عسکر از همون رجوع میکنن باز برن در تخار هم بر اون اصلا در وزیرستان نبا لشکر در ترازی در سوات نبا لشکر در ترازی مسود داور با لشکر در ترازی تاز مج بابا مرزها بسته باشه حدود مرزها محکم باشه شما نمیتونید کسی قومی به قوم دیگر تهاجم کنید یارگیری ها از کجا میشه؟ خب اگر مرز تاجیکستان برای ما باز بشه مرز بخارا و سمرقند برای ما باز بشه خب من میتونم وقتی که اینجا تهاجم میشه من برم 10000 جنگی درجه یک برزیده تاجیک بیارم تا شد در سالنگ در کنار می ایستاد بشه اینا حساب داره این بحث تصادفی نیست هر بار میخوان سلطه بکنن سرباز از اون جاجیر میگیره بعد میاد در بدخشان با ما میجنگه بعد میاد در کابل با ما میجنگه یک مشکل نیست وز غنی بابا هر څه دی هر څه دی موږ دا وایو چې دی هر څه دی نن د آزاد افغانستان ولسمشر دی که چیرې تاسو یغه زورواکي سره ولاړ وی چې دا مشر نه مانی بیا لاس چکه بیا به موږ وایو هغه زورواکي ته موږ وایو چې ای زورواکیه ته د اشرف غنی په رایې ګټلې ده اشرف غنی په سوال په خیرات نه دی راغلی د غولس رای ور کړی ده د وزیرستان نه د وزیرستان نه به لشکر درته راځي د سوات نه به لشکر درته راځي مسعود داوړ به لشکر درته راځي ته زموږ بابا اشرف غنی پرېږده پنځه کاله پرېږده چې موږ یې وګورو چې دای کار کې افغانستان ته کنه کې پنځه کاله بعد باید چې زه تا خبرې پسې وکړو اوس دا راغلی مخکې پنځه کاله کړي دي خو پاپرې څه چایو خورای وو اخورای چې ځینې پرېږي اخورای چې ځینې پرېږي اخورای چې پرېږي بیا به موږ وګورو چې دا پښتون دی د وزیرستانه د وزیرستان نه به لشکر درته راځي د سوات نه به لشکر درته راځي مسعود داوړ به لشکر هر بار میخوان سلطه بکنن سرباز از اونجا اجیر میگیره بعد میاره در بدخشان با ما میجنگه بعد میاره در کابل با ما میجنگه برو ما مردم خراب مردمی تاک و دار و درخت ما و خانه ما چی گناه کرده بود که به یالت رسال منشه خصوصا این سه ولسوالی سمت شمال بسته مکمل هم تو سوختون این در دادیم یا با درخت ها دشمنی داشتن خانه مالد، قرآن شریفانم، مسجد مالد، کلش در دادن خانه رو در داد درخت های مردم قطع شد چیزی که زندگی سابقه بود قبلا کوره چوری چپاول کردن به تاراج بردن دیگه چیزی دیگه باقی نمون برای ما مردم خصوصا همی چند ولسوالی ولسوالی سرای خوجه استالف کلکان کل از جا خراب شده هیچ چیز به مردم نمونده مسجد را در داد قرآن شریف ها را در داد می سفیده ما را برد بدر بچه خیلا را بدر به حق نق برد امیگو که بدر سلابتی مردم را تمام برباد کرد از این یک سر بلدوزر آورد نه بدر جان شیر ملک ما نه خانه ما حالا نمی قچده نمونده که بدر تو تطفیل ما موجه بدر بردر چاره شود